این دکه روزنامه فروشی رونق سالهای گذشته خود را ندارد. تعداد روزنامه ها کم نشده، اما تنوع آنها چرا؟ کیهان و اطلاعات و ایران و سایر روزنامه های موافق سیاست های حکومت هنوز هستند، اما روزنامه های اصلاح طلبان یک به یک توقیف شدند. روزنامه های مخالفان جمهوری اسلامی هم که از همان اوایل انقلاب در محاق توقیف بودند. تکلیف رسانه های اینترنتی هم معلوم است. مخالفان فیلتر می شوند. حتی اگر رئیس جمهور سابق باشی و یا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. این محدودیت ها باعث شده که گزارشگران بدون مرز که یک سازمان بین المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران است، ایران را در قعر جدول تازه ترین ردبندی آزادی مطبوعات در جهان قرار دهد. وضعیت برخی از کشورها طی سالها ثابت مونده، از جمله ایران. واقعیت اینه که چین، ایران و سوریه آخرین کشورها در ردبندی ما هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید سرکوب و تحقیر روزنامه‌نگاران به فرهنگ سیاسی حکومت ایران تبدیل شده و حیات حکومت بسته به سرکوب رسانه هاست. بدون شک در کشوری که همکنون با 54 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران و وبنگاران در جهان، کشوری که همواره متاسفانه یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در خاورمیانه بوده و کشوری که متاسفانه در سال گذشته دو خبرنگار، دو حرفه‌کار رسانه‌ها، خانم صحابی و آقای هدی صابر به قتل رسیده اند، نمیتواند در این ردبندی حدی بالاتر داشته باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در روزها و هفته های اخیر موج تازه‌ای از بازداشت روزنامه‌نگاران به راه افتاده. محمد سلیمانی نیا، پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی، فاطمه خردمند، احسان هوشمند، سعید مدنی و سهام الدین بورقانی روزنامه‌نگاران و وبنگارانی هستند که به این زندان منتقل شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در کنار چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است. کیانوش سنجری، صدای آمریکا.